یه چیزی که درباره داستانای پل جالبه اینه که عملاً به موازات توسعه شهری ما شاهد اینیم که توی شهرها داره پل کشیده میشه. یعنی ما تا قبل از این چیزی به نام پل نداریم. پل‌ها توجه به اینکه وضعیت عموماً وضعیت روستانشینی بوده، شکلی بوده که پل‌ها خیلی پل‌های طبیعی بودن، قرار بوده که سهولتی ایجاد کنن توی اینکه مثلا شما از این روستا میخوای بری اونجا، یه رودخونه اینجا هست، یه سنگلاخ اینجا هست. ولی بعد همینطوری که هی میگذره و بعد روند شهرنشینی اتفاق میفته و این گسترده تر میشه، ما عملا با وضعیتی مواجهیم که پل هم موضوعیت پیدا میکنه. بنابراین یکی از موضوعاتی که درباره پل‌ها اهمیت پیدا میکنه همین نسبتش با توسعه شهریه. در واقع ما توی اون دوران گذشته، دوره امپراتوری ها، با پادشاه‌هایی مواجهیم که برای نشون دادن اون شکوه و جلالشون مدام کاخ و برج و بارو و اینها می‌سازن و حالا مختصات عوض شده و پادشاه‌ها دارن توی شهر زندگی می‌کنن و برای جاودانه کردن خودشون المان‌های شهری رو نشون می‌دن، در واقع جایگذاری می‌کنن در شهر. یکی از این مهمترین المان‌های شهری پله. ما سال 1349 یه طرح تصویب میشه، طرح جامع شهر تهران، که بعد از تصویب این طرح ما سه تا بزرگراه ساخته بشه. یه بزرگراه ایوبی یا بزرگراه شیخ فضل الله، یه بزرگراه شاهنشاهی یا همین بزرگراه مدرسه، یه بزرگراه پارکوی یا همین بزرگراه کمرانه. بزرگراه ایوبی رو که میسازن، اتفاقی که میفته اینه که دسترسی محلی به ستارخان دشوار میشه و اینها با معضلی مواجه میشن که تا پیش از اون بهش فکر نکرده بودن. اون دوره شرکت بلژیکی میاد یه طرحی میده، میگه بیان یه پل هوایی بسازیم و اولین پل هوایی تهران روی اون پل شیخ فضل الله زده میشه که ما اونجا یه پل هوایی داریم. سالها بعد، توی سال 50 تا 53 ما تقریبا 7 پل سازه آهنی موقتیمون رو توی این بازه زمانی داریم، 50 تا 53 که میشه پل حافظ 1 2 3، پل کریم خان، پل چوبی، همین پل کالج، پل گیشا. این پل‌ها تأسیس میشه. مهمترین دلیل اینکه این پل‌ها تأسیس میشه، یه بخش در واقع علاوه بر اون خاصیت تسهیل کنندگی که این پل‌ها داره رفع معضلات شهری قرار بکنه، این پل‌ها خیلی مناسبتی زده میشه. اون سال تهران میزبان کاروان المپیکه، تهران اولین میزبان در خاورمیانه است و اینا میان فکر میکنن که خب اوکی، ما الان میزبانی، اینها دارن وارد ایران میشن، یه سری توی هتلاشون اسکان دارن و برای سهولت دسترسی اینها به سهولت شهری و رسیدنشون به محلهای بازی، ما بیایم یه سری پل موقت بزنیم. این چند تا کارکرد داره. یکیش اینه که آقا دسترسی اینها رو راحت‌تر میکنه. کارکرد دومی که داره اینه که یه اوج شکوه و جلال و فلان و اینایی هم از ما به نمایش میذاره. این پل‌ها رو میسازن و تا سال 53 این پل‌ها ساخته میشه. پل چند سال باقی میمونه، انقلاب 57 رخ میده و پل‌ها برای همیشه باقی میمونن.